د کابل نیوز قدر منو لیدونکو سلام. مدني بنسټونه د حکومت لخوا له فساد سره د مبارزې په قانون کې د خپل سرو تعدیلاتو او بدلونونو شکایت کوي. یو شمیر مدني فعالین وایي حکومت دغه قانون کې په خپل سر ځینې بدلونونه راوستي او واقعي په دې وروستیو کې په ملي جریده کې خپور کړی دی. دوی اندېښنه ښیي چې ګڼې حکومت غواړي د فساد پر ضد جوړیدونکی ځانګړی کمیسیون هم تر خپل سر لاندې راولي او په دغه کمیسیون کې د خپلې خوښې وړ کسان وګماري. په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې د فعالیتونو د څارنې او ارزونې ګډه کمیټې وایي چې د معارف وزارت فساد سره د مبارزې لپاره د دوی وړاندیزونه په سمه توګه نه دي تطبیق کړي. د ډایالوګ نننۍ خپرونه کې په همدې موضوعاتو بحث لرو. په دې بحث کې راسره له اداري فساد سره د مبارزې د فعالیتونو د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې غړی حسین رضایی میلمه دی. په دې هیله چې پای راسره اوسئ. رضایی صاحب، مننه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړه. تاسو نن یو خبری کانفرانس درلوده او راپور هم پکې وړاندې کړ. معرف وزارت ته تاسو ځینې وړاندیزونه درلودل. دغه ستاسو وړاندیزونه څومره تطبیق شوي د معرف وزارت لخوا؟ تشکر. سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت بیننده های شما. در پیش از اینکه به سوال شما بپردازم میخوایم یک نکته را تصحیح بکنم که من عضو کمیته نظارت و ارزیابی نیستم. من در کمیته مبارزه با فساد داری در مورد گزارش وزارت معارف به عنوان پژوهشگر کار میکنم. درست. و به او خاطر کنفرانس را که ما امروز در مورد وزارت معارف نشر کردیم، نمیفهم شما چقدر در جریان هستین. کمیته مبارزه با فساد داری سال گذشته یک ارزیابی را انجام داده بود در مورد وزارت معارف. ما در او گزارش تمام بخش‌های مهم وزارت معارف را به شمول تدارکات، استخدام، سواد حیاتی، توزیع کتاب، نصاب درسی، همه بخش‌های عمده وزارت معارف را به شمول ساختار وزارت معارف مورد بررسی قرار داده بودیم که در کجایش فساد وجود داره و کجایش در مقابل فساد آسیب پذیر هست. روش کار کمیته مبارزه با فساد داری به این شکل است که زمانی که گزارشات خود را نشر می‌کنه، از تطبیق سفارشات و پیشنهاداتی که به نهادهای مختلف داره به شکل فعال نظارت میکنه و به شکل روبار سه ماه یا هر چهار ماه یک گزارش نظارتی رو وار را نشر میکنه. ما همین کار را در مورد وزارت معارف انجام میتیم. گزارش روبار نخست ما در سرطان سال 1397 در حدود چهار ماه قبل نشر شد و گزارش را که امروز کمیته نظارت و ارزیابی نشر کرد، دومین گزارش نظارتی روبار در مورد کارکردهای وزارت معارف در مورد تطبیق سفارشات این کمیته می باشه. شما تاسو ول تیر کال تاسو د معرف وزارت پاړه چیرنه کړي وی ارزونیم کړي وی او بیا یو سلو دو دیر شتوم را وړاندیزون تاسو ورته درلودل. بله. تاسو یو سرزاوی و تارلی بمی چوم رست تاسو دا وړاندیزون عملی شوی پا وزاره؟ ما دمی امروز هم در پریس کانفرانس یا در کانفرانس مدباطی خود همین نکته را یادآور شدیم که متاسفانه کمیته ببخشید وزارت محترم معارف در روب دوم گزارش دهی هیچ یک از سفارشات ما را نتوانسته تطبیق بکنه، اگرچه در بخش‌های مختلف دستاوردهای نسبی داشته، اما هیچ یک از سفارشات ما در این روب به شکل کامل تطبیق نشده. این در وضعیتی است که در روب نخست که گزارشش در حدود 4 ماه قبل نشر شد، در او وقت 16 سفارش ما به همکاری کمیسیون اصلاحات داری و وزارت معارف تطبیق شده بود که او شامل سفارشات مختلف میشه، از جمله مثلا ریفرم و اصلاحات در قسمت پروسه استخدام که کمیسیون اصلاحاتی داره در قسمت پیشرفت داشته و شما شاهد بودین که امتحان معلمین را به شکل کنکور دایر کردن که ما پروسه را نظارت کردیم و بعد قسمت شفافیت تامین شده بود. از او جمله بازنگری ساختار وزارت معارف، ساختار وزارت معارف مطابق سفارش کمیته نظارت و ارزیابی کوچک شدن، معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی از بدنه وزارت معارف جدا شد و حالا به عنوان یک اداره مستقل فعالیت میکنه. به این ترتیب در قسمت افزایش مشارکت خانم ها بخش عمده از بستهایی که اکنون از طرف وزارت معارف اعلان سپرده میشه مربوط به خانم هاست و بعضی پالیسی ها و قوانین و مقررات را هم اینا توانستن در روب نخست بازنگری بکنه. اما در روب دوم هیچ یک از سفارشات ما به گونه کامل تطبیق نشده. اگر شما برای من فرصت بدین یک چند موضوع دیگر هم من خدمت بیننده های شما وضاحت بتون. سفارش 14 سفارش ما در این روب تا 50% تطبیق شده. یعنی ما سفارشات را بر اساس کاتگوری های مختلف طبقه بندی میکنیم.
در این جمله مثلا وزارت معارف تانسته که نصاب درسی را بازنگری بکنه، چارچوب نصاب درسی را ساخته که بر اساس او و بر اساس سفارش کمیته نظارت و ارزیابی تعداد کتاب‌های درسی در مکاتب به نصف کاهش پیدا میکنه. مثلا اگر یک صنف 16 تا کتاب درسی داشت، حالا مطابق نصاب جدید به 8 تا کتاب تقلیل پیدا میکنه. به همین ترتیب انتقال ساخت ساز مکاتب از وزارت معارف انتقال پیدا کرده به وزارت شهرسازی و همچنین وزارت انکشاف دهات. در بخش نصاب درسی مکتب دارالمعلمین ها و پنتون ها هماهنگی ایجاد شده و آموزش های عملی هم به می ترتیب افزایش یافته. در دومین روبی نظارتی 8 سفارش ما تا 25% تطبیق شده، از جمله مثلا مثال عمده این بخش سفارشات ما الکترونیک ساختن شهادت نمای صنف 12 است که تنها در کابل فعلا 100% الکترونیک شده، دیجیتال شده و وزارت معارف قرار است که در روبهای بعدی در سایر ولایات را گسترش بده. اما سفارشات دم داریم، مثلا 6 سفارش ما بعد از نشر گزارش اصلی ما از عقرب سال گذشته تا به حال در موردش هیچ اقدامی صورت نگرفته و در حدود 25 سفارش ما که به حالت تعلیق قرار داره که اونا نیاز به امکانات و منابع بیشتر وجود داره و در مورد 14 سفارش ما کار آغاز شده. یعنی پیشرفت ها در وزارت معارف به شکل قسمی یا کار در مورد سفارشات ما به شکل قسمی آغاز شده، اما ای که ریکامندشن ها یا سفارشات ما به شکل کامل تطبیق شده باشه از آوان نشر گزارش اصلی ما تا به حال که در حدود یک سال میگذره فقط 16 گزارش ما تطبیق شده. ما در پالویی که سفارشات خود نظارت میکنیم، مطالعات موردی را در مورد بخشایی که وزارت مشکلی بیشتر داره هم انجام میتیم که اگر حوصله بحث بود باز ما در مورد میپردازیم. تاسو د معرف وزارت ترڅنګ تر دې وړاندې د روغتیا وزارت په باره کې فکر کوم ورته سیرلنی ورڅونی تر سره کړی وی معرف وزارت کې د جدي فساد بیلګې په کوم برخو کې تاسو ته په نظر درخلی دي؟ در وزارت معارف مهمترین مسئله که ما در گزارش اصلی خود یافته بودیم در بخش استخدام و نیروی انسانی بود، منابع بشری. در گزارش اصلی ما به این موضوع پرداخته بودیم و دریافته بودیم که استخدام ها در وزارت معارف پیش از این که استخدام به کمیسیون اصلاحات داری واگذار شود، یعنی دو سال قبل به اون طرف، استخدام ها بر اساس روابط، بر اساس رشوت و بر اساس نیپوتیزم صورت نگرفته. به همین ترتیب در تدارکات، به همین ترتیب نصاب درسی، یک نصاب درسی بسیار کلان بوده که خودش زمینه را در مکاتب برای فساد فراهم میکرد، به خاطر از اینکه وقت درسی کم است، نصاب خیلی زیاد است، زمینه را برای این فراهم میکنه که شاگرد و معلم با هم تبانی بکنه، جرامت بکنه تا اینکه شاگرد از امتحان موفق عبور کنه و معلم هم بتونه تمام کتاب را به طریق تعلیم برسونه. به همین ترتیب در سواد حیاتی کورس‌ها در اون وقت ما دریافته بودیم که خیالی بودن و خود ساختار وزارت معارف متاسفانه یک ساختار بسیار کلان هست که خودش این ساختار زمینه را برای فساد فراهم میکنه. در گذشته های دور ریاست ها به اساس سلیقه و درخواست افراد ایجاد شده، به سلیقه احزاب ایجاد شده، به سلیقه گروه های مشخص ایجاد شده. به او خاطر ما در وزارت معارف دچار یک نوع تورم تشکیلاتی هستیم. ساختار بسیار کلان هست و با این ساختار مدیریت و ریفورم بسیار دشوار است. لکه څنګه چې تاسو ویل د معرف وزارت ساختاری جوړښتي اړخ ډیر پراخ دی، په سلګونو زره کارمندان لري د هیواد په کچه، او تاسو ویل چې جدي ستونزه اداري برخه کې د ګمارونو برخه کې وه. څومره اصلاحات راغلي دي داغه نو وروسته چې تاسو راپور وړاندې کړ یا وړاندیزونه ورته لرودل د ستونزو د حل لپاره؟ سوال خیلی جالب را شما مطرح کردین. از زمانی که ما گزارش را نشر کردیم، خوشبختانه به اساس فرمان رئیس جمهوری استخدام به کمیسیون اصلاحات داری واگذار شد. کمیسیون اصلاحات داری در بخش استخدام و در بخش منابع بشری یک دستاورد خیلی خوب داشته. ما یک مثال خدمت شما و خدمت بیننده های تلویزیون شما میخوایم ارائه بکنم. قبل از اینمی رفرم کمیسیون اصلاحات داری، حتی دریافت یک فرم درخواستی از وزارتخانه های افغانستان بدون پیسه و بدون پرداخت رشوت ممکن نبود. یا یکی میگفت فرم وجود نداره، بس چی نشده. یا یکی اگر فرم میداد میگفت شما باید بر ما پول بپردازین. اما زمانی کمیسیون اصلاحات داری پروسه استخدام معلمین و دیگه بخش ها را شروع کرده،
ما شاهد دیجیتال کردن یا حداقل الکترونیک ساختن بخشی از پروسه استخدام هستیم. حالا مثلا تمام فرم ها در وبسایت کمیسیون وجود داره، افراد میتونه از طریق ایمیل درخواست کاری خود بفرسته، تمام سایت ها در تمام بستا یا اعلانات کاری در وبسایت کمیسیون اصلاحات داری اعلان میشه. یعنی هیچ چیزی پوشیده و پنهان به اون شکلی که در سابق وجود داشت فعلا وجود نداره. به او خاطر در بخش استخدام کمیسیون اصلاحات اداری یک مقدار ریفرم و اصلاحات آورده و همچنان در بخش نصاب درسی وزارت معارف یک مقدار کار کرده. در بخش ساختار اگرچه یک معینت تعلیمات تکنیکی و مسلکی جدا شده، اما هنوز هم ساختار وزارت کلان است و ما سفارش ما است که ساختار وزارت معارف بیشتر از این کوچک شود. تاسو ویل چه په دوه برابر که سکل تاسو ډیر وړاندیزونه نه دی عملی شوی. بله کراشو په عوامل باندې ولی دا وزارت نه دی توانیدل چې تاسو وړاندیزونه عملی کړي. تاسو ویل د ظرفیت کمښت دی، د دې ترڅنګ نور څه ستونزې دي دغه وزارت؟ خب در قسمت تطبیق سفارشات ما یک چرا وزارت معارف تو هنوز موفق نشده، باز هم یک دلیلش برمیگرده به ساختار. بخاطر از یک ساختار به اندازه کلان است که نوعش هماهنگی نمیتونه که نمی سفارش مربوط کدام ریاست است و ریاست چی باید بکنه. به او خاطر ساختار کلان است، هماهنگی که لازم است این هماهنگی در وزارت معارف صورت نمیگیره. بحثی دیگهش بحثی ظرفیت است. در درست است در سطح رهبری ما یک ظرفیت و اراده سیاسی خوب را برای رفرم و تطبیق سفارشات می‌بینیم، اما در سطح مادون در سطح میانی ظرفیت لازم برای تطبیق سفارشات وجود نداره. مشکل سوم مشکل منابع است. بعضی سفارشات ما نیاز به بودجه داره، بعضی سفارشات ما نیاز به تغییرات در قوانین و مقررات داره که او از صلاحیت وزارت معارف بیرون هست، و همچنان بعضی سفارشات است که سفارشات سیستمیک که نیاز به یک مقدار زمانی بیشتر داره که این سفارشات شاید در جریان یک سال یا یک و نیم سال یا دو سال وقت بگیره تا یک به شکل کامل تطبیق شود. اما سفارشات هم وجود داره که فقط یک انگیزه و یک اراده میخواه، مثل مثلا این که پلان مبارزه با فساد داره و پلان اصلاحات وزارت معارف تهیه شده اما بعد از 6 ماه اینا به ولایات توزیع نمیشه. این نیاز به امکانات بیشتر هم نداره، فقط یک اراده و همچنان یک هماهنگی لازم. همه کارهایی که صورت میگیره در مرکز است بدون از این که همراه ریاست های ولایتی معارف شریک شود. و یک نگرانی ما است که تصمیم گیری ها یا ساختار بیش از حد متمرکز است که باید یک مقدار غیر متمرکز سازی هم در وزارت معارف صورت بگیره برای ریاست های معارف بیشتر صلاحیت داده شود. مننه. کرار شده معارف وزارت نه روزو په ټوله کې د فساد پاړه وخه کېغو ستاسو اداره د فساد پر ضد د مخې مبارزه لپاره خپل وړاندیزونه او دالري د اداري فساد پر ضد مبارزه سکرټریات د او په دې ورستیو کې د اداري فساد پر ضد ملي ستراتیژي لپاره شاخصونه جوړول، د دغه شاخصونو په جوړیدو کې ستاسو نظر پختل شوی، له تاسو سره مشوره شوی و ستاسو اداري سره؟ خب کمیته ما یک کمیته مستقل است، کمیته دولتی نیست که ما در تدوین پالیسی های دولتی سهم یا نقش داشته باشیم، اما یقینا به عنوان از رهبری کمیته مبارزه با فساد داری، از کمیشنرهای کمیته مبارزه با فساد داری به خاطر تجربه و دانش را که در بخش مبارزه با فساد داری داره از اونا در این بخش استفاده شده و ما نظریات کمیته را در این استراتژی میبینیم. دغه کمیته دا شاخصونه د حکومت خوانه مدني ټولنې او هغه ورګارونه چې د فساد پر ضد د مبارزې برخه کې فعال دي، له هغوی سره په سلا مشورو دا شاخصونه جوړېدل. او یو انتقاد هم دا دی چې کوم شاخصونه دوی ټاکلي هغه په سمه توګه نه دي عملي شوي په یو برخه کې. تاسو داسې شواهد به مطمئن لیدلي وي چې فساد پر ضد د مبارزې شاخصونه تطبیقیږي د حکومت په کچه؟ خوب سوال شما رو ما به یک شکل دیگه جواب میتم. حکومت وحدت ملی در قسمت مبارزه با فساد داری هم دستاوردها داشته و هم مشکلات داشته. تصور بر این است در افغانستان وقتی که از مبارزه با فساد صحبت میکنیم به این معناست که باید یک شخص یا دو نفر را که متهم به فساد است باید به زندان بفرستید، در صورتی که در ادبیات مبارزه با فساد داری یا در بحث های مبارزه با فساد داری مهمترین مسئله جلوگیری از فساد است. شما باید
سیستم و نهادها را طوری بسازین که باید از فساد جلوگیری شود. اما یک دفعه که فساد به وقوع پیوست، بعد مبارزه با آن بسیار سخت و دشوار است. به او خاطر حکومت وحدت ملی در قسمتی مکانیزم های جلوگیری از فساد دستاورد داشته، مثلا اداره ملی تدارکات را ساخته، کمیسیون اصلاحات اداری در بخش استخدام دستاورد های خیلی خوب داشته که از فساد جلوگیری بکنه، به همین ترتیب مرکز عدلی و قضایی را ایجاد کردن. اگر ما دستاوردهای کوچک حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد داری چی کنیم، جنبندی کنیم در بخش قوانین و به همین ترتیب دستاوردهای کوچک دیگه هم در سایر نهادها وجود داشته، اما یقینا مشکلات دیگه هم وجود داشته، مثلا شاخصایی که در استراتژی مبارزه با فساد داری تعیین شده اونگونه که توقع میرفت هنوز هم تطبیق نشده و بیشتر مبارزه با فساد داری در افغانستان به می کنفرانس های بین المللی خلاصه میشه که هر زمانی که کنفرانس بین المللی برگزار شد دولت کوشش میکنه که پیش از رفتن به این کنفرانس یک چند تا شاخص را تطبیق بکنه یا به صورت ظاهرا تطبیق بکنه تا یک در کنفرانس گپ برای گفتن داشته باشه. تاسو خود کوتا اشاره وکړه یو د ملی یووالي حکومت په دوران کې د فساد پر ضد د مبارزې کوم ادارې چې د یغوی ته اشاره وکړه، یو انتقاد هم داده چې د ادارو تعدد د لامل شوه ده چې همغږي نه وي او فساد ته جدي پام ونه شي. تاسو موافق یې له دې انتقاد سره؟ ما به این دلیل موافق نیستم، به خاطر از اینکه در افغانستان هر وقتی که بحث از مبارزه با فساد یاد میشه یا می کلمه مبارزه با فساد استفاده میشه، همه تصور میکنه که همه این نهادها عین کار را انجام میده، در صورتی که شما میفهمین که هر اداره یا هر ارگانی که ایجاد میشه بر اساس یک مبنای قانونی یا فرمان رئیس جمهوری است یا قانون است یا یک سند تقنینی وجود داره که بالاخره صلاحیت ها و وظایف هم اداره تعریف شده. با او خاطر شما وقتی که اسناد تقنینی، لایحه وظایف نهادها را مطالعه کنین، هیچ گونه تداخل وظیفه‌ای در این نهادها وجود نداره. درست است که ما در افغانستان نهادهای مبارزه با فساد داری متعدد داریم، شورای عالی حاکمیت قانون مبارزه با فساد داری است، کمیته ماک یا کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد داری است که بیشتر صلاحیت نظارتی داره، ما فقط از روند مبارزه با فساد داری نظارت میکنیم، به همین ترتیب مرکز عدلی و قضایی هست، معینیت مبارزه با فساد داری لویسارنوالی هست و دیگه نهادهای عدلی و قضایی است. اما وقتی که شما تیار یا لایحه وظایف نهادها را بررسی کنین، اینا هیچ گاهی با هم تداخل وظیفه‌ای نداره و برعکس تصور در افغانستان میشه که ما در افغانستان نهادهای مبارزه با فساد داریم. تجربه دیگه کشورها نشان میده که در افغانستان ما کمترین نهاد مبارزه با فساد داریم. کراش استاسو خبری تا دو غبره ادارو سره سره، ولی نو حکومت له فساد سره په مبارزه کې بریالی کیږي نه او د فساد کچه هر کال چې مونږ ګورو لوړیږي؟ خب این مبارزه با فساد آسان نیست، دشواری های خود را داره. اولی که فساد در افغانستان به یک فرهنگ تبدیل شده، یعنی حتی این را ما تنها خلاصه میکنیم به نهادهای حکومتی، اما این گونه نیست. مثلا یک شهروند افغانستان خودش حاضر ریسک تذکره خود را بدون پرداخت رشوه بگیره، یا مثلا لیسانس درایوری خود را بدون پرداخت رشوه بگیره. یعنی مردم افغانستان یا حداقل یک بخشش به این عادت کرده که هر کار را که انجام بیتی باید پول بپردازید تا یکی در برات انجام بیتی، اما در نهادهای دولتی هم دقیقه دیره در فساد تیتا کچه داده چه تاسو ورته گوری که یو چوک در لیسانس در پر بیسی ورکی 15,000 افغانی با ورکی شما بس انتخابات را ببینین کدام شهروند افغانی بدون بر اساس هم و به اصطلاح آگاهانه و ارزش ها رای میتنه میاد پول از وکیل میگیره باز وکیل پولی که بر مردم چه فساد تراشو چه ده میلیاردون و افغانه یا و دالورو باز کیگی تاسو ملی تدارکات و اداره تا خوکره اشاره وکره و سیو انتخاد هم داده چه حکومت داغ ادارم ده دیده پر رامان سکره چه پا بیلا بیرو وزارتونو که ده تدارکات و برخوی که ده فساد مخونیسی، اما ویل کیگی چه فساد طول هم ده اداره تر طول شویده یا آلتا فساد کیگی؟ ببینین خب اتهام وارد کردن بسیار آسان است، اما مکانیزم هایی را در اداره تدارکات ملی در نظر گرفته که
کمک میکنه که ما به شفافیت در پروسه های تدارکاتی باور داشته باشیم. مثلا برای بار اول است که در جریان حکومت وحدت ملی نمایندگان سکتور خصوصی و جامعه مدنی در روند تدارکات در اونجا به عنوان ناظر اشتراک میکنه، در صورتی که در گذشته ها این کار ممکن نبود. این شاخص های را که ما در کمیسیون تدارکات ملی در نظر گرفته شده به ما این اطمینان را میده که این پروسه با اون شکل هرج و مرجی که در گذشته روان بود فعلا وجود نداره. کراش و حکومت په پام کې لري د اداري فساد پر ضد مبارزه د قانون د مخې چې په هغه کې د لاسوهنو انتقاد په حکومت باندې یو خپلواک کمیسیون باید جوړ کړي د اداري فساد پر ضد مبارزه د چارو د همغږۍ او د اطلاعاتو د خلکو سره د اطلاعاتو د شریکولو په برخه کې. ویل کېږي دغه کمیسیون کوم حکومت غواړي چې خپل د خوښي وړ کسان شامل کړي او دغه خپلواک کمیسیون په یو ډول د خپل تاثیر لاندې وساتي، تاسو مندښمن نه یې له دې اړخه؟ خب ما کنفرانس مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی رو در این راستا دیدیم. ادعاهای نمایندگان جامعه مدنی در این بخش ای بودن که حداقل در مورد سه ماده ای قانون پیش از آن که رئیس جمهور توشیح کنه دستبرد صورت گرفته، که یک از اون ماده های قانون مبارزه با فساد داری همین کمیته گزینش هست که چی کسانی میتونه یا کدام نهادها باید کمیشنران کمیسیون مبارزه با فساد داری را انتخاب بکنه. به زعم نهادهای جامعه مدنی در این قسمت دستبرد صورت گرفته و فعلا کس در قانونی که توشیح شده فقط لوی سرنوالیس محکمه است و یکی دو نهاد دیگه است، در صورتی که در نسخه قبلی و نهادهای دیگه هم در او بخش شامل بدن. این نگرانی را برای ما مطرح میکنه که اگر نهادهای دیگه هم در کمیته گزینش داخل نباشه، با استفاده از این چند نهاد مشخص حکومت افراد مشخص را در این کمیسیون میگماره و در اون صورت استقلالیت این کمیسیون زیر سوال بره. چون مهمترین مسئله است که کمیسیونی که ایجاد میشه یک کمیسیون مستقل باشه. زمانی که رهبری حکومت اعضای کمیسیون را تعیین میکنه، پس استقلالیت از اون معنا نداره و نگرانی نهادهای جامعه مدنی بجا است و ما هم در این قسمت موافق هستیم. من نه درسته پختنه په توګه معرف وزارت وروست از تاسو پلانون چه دی کومه برخه تاسو پانده شي په هغه کې د فساد پر ضد مبارزه لپاره وای څاره او بیا خبر وړاندیزونه ورته ولري؟ خب فرصت برازی داده نشد که ما یک بخش دیگه گزارش امروزی خود بر شما توضیح میدادم، در ختم بحث قرار داریم. ما در گزارش اول هم دریافته بودیم که بخش منابع بشری وزارت معارف آسیب پذیرترین بخش در مقابل فساد هست. همین روند استخدام و ترفیع و تبدیلی و تقاوت اینا، به او خاطر در این گزارش نظارتی دومی خودم به این موضوع ما پرداختیم و در چند عرصه مشخص اگر وقت مونده باشه ما بر شما توضیح بدیم که بسیار مختصر در بخش پلانگذاری مثلا مشکل منابع بشری است که بستها بر اساس یک مطالعه و بر اساس نیازمندی مکاتب ریاست‌های ولایتی معارف صورت نمیگیره. یعنی یک تشکیل متحد المال ساخته بر تمام ولایات صرف نظر از تعداد معلمین و مکاتب در نظر گرفته میشه. استخدام معلمان قراردادی هنوز هم در مقابل فساد آسیب پذیر است. بعضی از وکلای پارلمان نفوذ میکنه در رهبری وزارت. پرلندو که اما اگه توکو تا اشاره و که بله در بخش معلمان قراردادی اگر فرصت بردگرایش باقی نمون، این خدمت شما عرض کنم که بستای دائمی به کمیسیون اصلاحات داری داده شده، اما بستای معلمان قراردادی هنوز هم از طریق معارف صورت میگیره که او آلوده به فساد است، به خاطر از اینکه زورمندا و بعضی از وکلای پارلمان سر رهبری وزارت معارف نفوذ میکنه و افراد مورد نظر خودشان را به عنوان معلم قراردادی استخدام میکنه. و آخرین گپ ما است که یک مشکل دیگه که وجود دارد، چون هم برمیگرده به اینکه وزارت معارف بسیار گسترده و کلان است، وزارت معارف قادر نیست که شناسایی بکنه که چه تعداد کارمندی از اینا سالانه باید به تقاعد سوق داده شود. به خاطر یک دیتابیس وجود نداره و هنوز هم معلم های وجود داره که 3 سال 4 سال قبل باید نوبت تقاعد سوق داده میشد، اما هنوز هم اینا در مکاتب تدریس میکنه. من نه ډیر زیاد تر از این سه تشکر. زنده باشید. قدرمن لیدون کل تاسو مننه چې تر دې دمه موږ سره وایي.